بسم الله الرحمن الرحیم. از پیغمبر علیه الصلاه و السلام شنیدم که فرمود، چی فرمود؟ سیخرجون قوم فی آخر الزمان، یک قوم در آخر زمانه می برایه. چی علامات دارد؟ سه نشان جدید است، نوخیز هستند، نو نهال هستند. تعالی را اوقدر تجربه زندگی هم نکرده، تحقیق علمی هم نکرده، معلومات کافی هم نداره، خلیکن یک آیت و یک حدیث شاید شنیده باشه. صفحه ها الاحلام است، عقلشان خیلی نارس است، رسایی نداره که درک و عمق یک قضیه را بتانه. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون لا يجاوز إيمانهم تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز ایمانهم تراقیهم، فأین ما لقیتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم اجرا لمن قتلهم الى يوم القيامه. متفق عليه. حضار گرامی، برادران معزز و محترم، در جمعه های گذشته موضوع خیلی مهم که در عصر ما بسیار اوج گرفته بود، مسئله فتنه تکفیر است، یعنی نسبت کفر به کسی کردن. این موضوع چون خیلی خطرناک بود، حتی ایمانا در تزلزل واقع میشه و بعضی مردم رستی هم که نه تنها خود بلکه ضرر به یک حرکت بزرگ اسلام میرسانه، به یک گروه میرسانه. از او خاطر خواستیم که موضوع یک کمی تفصیلی صحبت شود. در جمعه قبل از این جمعه که گذشت، ریشه های تاریخی امی موضوع تکفیر شروع کرده بودیم و دهی گپ خود رساندیم که اصل نشأت امچو فکری که مسلمان ها را سخت به تشویش انداخت از کجا آغاز یافت و چه قسم آغاز یافت. از دست امی مردم اشرار و بی بندوباری که امیشه آله دست بیگانه ها می باشه، یهود دشمن سرسخت مسلمان ها که نتوانستان رویارویی مقابله بکنه با اسلام، دست به مکاید و دسایس پنهان زدن و در این دسایس خود واقعا کامیاب شدن. دردسر بزرگی را برای خلافت اسلامی جور کردن، دردسر بزرگی را برای مسلمان ها و اتحاد مسلمان ها. یعنی او عصاچوبی که شق بکنه، جدا بکنه یک جماعت بزرگ صحابه را، امی مردم توانستن امی کار بکنن. شهادت عثمان رضی الله عنه از دست امی مردم اوباش و تربیه شده امی یهودا بودن که او را شهید کردن و بعد از او محاصره کردن علی رضی الله عنه را، که حتی با معاویه رضی الله عنه اول در جنگ وادارش می کردن، زمانی که و از طرف از و ورقای قرآن کریم در سر نیزه بالا شد، علی رضی الله عنه را خود امی مردم دعوت دادن برای از اینکه ما چه قسم کتاب الله را بگذاریم و تو ما را دعوت به شمشیر میدی، بعد بشینی قطی معاویه رضی الله عنه فیصله بشوه. حکم هم ابن عباس رضی الله عنه که از طرف علی رضی الله عنه مقرر میشد نگذاشتن. ابو موسی اشعری رضی الله عنه را حکم از طرف علی رضی الله عنه از طرف عراقی ها انتصاب کردن، ولی وقتی که اونجا در فیصله نشستن، چون اصل هدف از یا جمع شدن مسلمان ها نبودن، اصل هدف از یا فتنه انگیزی، نفاق و شقاق،
و جدایی که در بین صحابه باید پیدا شود اصل هدفشان ای بود. از او خاطر به هیچ نوع فیصله از یا راضی نبودن که فیصله شود جنگ در بین مسلمان ها واقع نشود، تا ای که وقتی او را حکم قرار داد بعد از فتوای کفر علی رضی الله عنه را این مردم چی میداد؟ میداد فتوای کفر علی رضی الله عنه را، میگه تو حکم نیل حکم الا لله، حکم در اختیار الله متعال است و تو دیگه کس حکم مقرر میکنی. علی رضی الله عنه گفت کلمت حق ارید به الباطل، این کلمه خو حق است لیکن یا اراده باطله کرده. همیشه گروه های گمراه از آیات متشابهات، از آیاتی که یک چیزی برای نفع از یا باشه دنبال از او میشه، گاهی در محکمات رجوع نمی کنه آیات متشابهات، که اینی آیات محکم وجود داره. خیلی چرا ما چی ضرور است که ما در متشابهات بپیچیم وقتی که امر واضح موجود باشه؟ ضرورت به این چیسته که ما تاویلات در آیات قرآن کریم مطابق مذاق و مسلک و منصب خود بکنیم؟ خیر و خلاص. یا در این دسیسی خود تقریبا در کامیابی رسیدن. علی را در دمون موقع ابن عباس را در نهما را که حق روان کرد در پیش همی مردمی که جدا شده بود و خیلی مردم توسط تقریر ابن عباس را در نهما پس دور خورد، چرا که ابن عباس را در نهما برایشان دلیل پیش کرد که الله متعال در خون یک خرگوش اگر در ایام حج از دست محرم کشته میشه، الله متعال جزای مثل ازور مقرر کده، اما فیصلش دو شخص بکنه. یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. اگر کسی قتل کرد یکی از شما دمیتر حالت احرامتان یک چیزی را از شکار، پس جزای از این مثل امو چیزی است که یا او را قتل کرده، لیکن فیصلش دو شخص بکنه. آیا خونی خرگوش اینقدر اهمیت داره که الله متعال در حق از دو نفر حکم مقرر میکنه که حتی کدام شکاری را که محرم قتل کرده باید دو نفر عادل بخیزن مثل از دو شکار از حیوانات اهلی را عوض یا جزای از دو مقرر بکنه؟ الله متعال حتی نمیخواه که اگر محرم یک حیوانی که شکار گفته میشه قتل شده باشه جزایش از او شکار کده مادون نباشه، در جثه و در قیمت پایین نباشه، بلکه چقدری که ای شکار تنومند یا قوی تر قتل کرده امی قسم بعد جزایش هم مثلش واقع شوه و دو نفر عادلی را فیصله بکنه. زمانی که زن و شوهر با هم مخالفت میکنه، آخرین مرحله بعد از نصیحت، بعد از جدا کردن جای، بعد از زدن ادبی اگر اصلاح نشود، چهارم مرحله مرحله روان کردن حکم از فیصله کن. یک شخص از طرف مرد و یک شخص از طرف زن، اردویشان بشینه فیصله بکنه در بین دو. الله متعال نزاع دو زن و شوهر میگیره، برش حکم مقرر میکنه. آیا برای حفاظت خون مسلمانا، برای حفاظت از اینکه اتفاق مسلمانان نگاه شوه، برای حفاظت انس و الفت و محبت مسلمانان، به این خاطر که نفاق و شقاق واقع نشوه، الله متعال حکم مقرر نمیکنه و اجازه نمیده؟ از این تقریر ابن عباس رضی الله عنهما بسیاری مردم فهمیدن، در کردن، گشتن، اما اصل شرارت که از طرف اموچوچه های انگلیس برپا شده بود، او مردم به این گپا قطعا قناعت نمیکرد. چرا؟ و دنبال هدف خود میگشت. اصل هدفشانی بود که در بین صحابه نظام موجود باشه، این محبت و این الفتی که در بین صحابه است، اطاعت و تابیداری که برای صحابه است، این باید موجود نباشه، این از بین بره. از امو خاطر این گپا را دامن زدن. علی رضی الله عنه در اون جمعه براتان گفته بودم که فرمود که به الله قسم ما بهتر میدارم، دوست دارم که از آسمان خطا بخورم در زمین بیایم و توته شوم، ایره خوش دارم از اینکه نعوذ بالله سخنی را به پیغمبر صلی الله علیه وسلم از دروغ نسبت کن. اگر برای شما بشینم گپا را جور کده میتونم، چرا که جنگ خود است، لیکن نسبت گپا که به رسول الله میکنم نمیتونم که دروغ بگویم. از خاطر حدیث فرمود که سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، از پیغمبر علیه السلام شنیدم که فرمود
چی فرمود؟ سیخرجون قوم فی آخر زمانه، یک قوم در آخر زمانه میبراید. چی علامات داره؟ در دیگه حدیث ها بسیار تفصیلم آمده، واحد دساء الاسناس در بعض اسنان و در بعض روایت ها احداث الاسنان است. سنشان جدید است، نوخیز هستن، نونهال هستن، تا آلی را او قدر تجربه زندگی هم نکرده، تحقیق علمی هم نکرده، معلومات کافی هم نداره، خلیکن یک آیت و یک حدیث شاید چونیده باشه. صفحاء الاحلام است، عقلشان خیلی نارس است، رسایی نداره که درک و عمق یک قضیه را بتانه. یه علاماتشان است. یا یقولون من قول خیر البریه، من خیر قول البریه، یا گفتارم از بهترین سخن مخلوق میکنه، همیشه یاد از او سخن میکنه که در مخلوق بهترین سخن است که سخن رسول الله یا سخن کلام الله متعال است، دادم از او میزنه. لیکن یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه، از دین همیتور میبره همسته که تیر از کمان جدا شوه و بره، ایچ چیز دهی تیر دیده نشوه، یعنی هیچ حسه از کمان قطعش موجود نداشته باشه، مثل که مرمی خطا میخوره میره و ایک چیز باقی نمیمانه، یا از دین همی قسم میبره. لا یجاوز ایمانهم تراقیهم، در بعضی حدیث آمده که علمی از یا فهمی از یا از حنجره هایش پایین نشوده. چرا؟ به خاطری که معلوماتی کافی سری آیات کتاب الله و حدیث رسول الله وقت کار داره، مطالعه کار داره، زانو بزنی چندین سال باید علم حاصل بکنی، بخاطر که علم تو حاصل شوه همه آیات قرآن کریم بدانی که در بینشان تصادم و تعارض است یا نه، احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم معلومات داشته باشی که آیا مکه کدام فتوا از یک آیت میگیرم، این تکر و تصادم با یک آیت و حدیث دیگه میشه یا نمیشه، یا این قدر علم حاصل نکرده لیکن فقط فتوا میدن. مردم کافر میگه، خونش حلال میدانه، جنگ با امروش حلال میدانه. پیغمبر علیه السلام میگه وقتی که فیضا لقیتموهم فقتلوهم، اگر قتیتور مردم شما رو برو میشه بکشیشه، فا این فی قتلهم اجرن لمن قتلهم الى یوم القیامه، بخاطری که در کشتن ازی ثواب است برای کسی که یارا میکشه تا روز قیامته. رسول الله چرا ای بیان میکنه؟ پیغمبر علیه الصلاة و السلام از بعضی حالات امتی که در آینده میان الله متعال آگاه کرده شه چی واقع میشه، و بیان پیغمبر به این خاطر است، بیان پیغمبر به این خاطر است که امت بسیار بیدار باشه، بسیار محتاط باشه، نشوه که نعوذ بالله مصداقی حدیث پیغمبر آدم خودی آدم بگرده که چهار روز مدرسه را نخوندیم، یک روز زانوی خواب نزدیم برای فراگیری علوم، اما فتوایم از مفتی هم زیاد است. در مسئله استنجا و تعمم میایی در پیش عالم سوال میکنی، از او پرسان میکنی که وضو شد یا نشد، غسل شد یا نشد، واجب است یا نیست، اما در مسئله فتوای یک مسلمان که کافر است یا نه، مرتد است یا نه، زنش نکاش خراب شده یا نه، آن قتلش رواست یا نه، خونش رواست یا نه، ریختن خونش، احکامی که از سر مرتد جاری میشه او هم سرش جاری میشه، دستی فتوا میده. تو فتوا میدی، به فتوای تو کسی کافر نمیشه تا که به نزد الله و رسول الله کفر نباشه. مسئله کفر تعلق به الله و رسول الله داره، به فتوای تو نیست. یک میلیون فتوا سر یک کسی بده که به نزد الله و رسول الله کافر نباشه، کافر نمیشه. اصولی که تو به خود وضع کرده ای و هر کسی را مخالفی و اصلت میدانی و را کافر میگی. امید طایفه ای که امت اسلامی را از او زمان کافر گفته بود تا آلی را امو درز و امو شقاق امو بدبختی در امت باقی ماند. امامت یکی از اصل دین خود قرار داد، کسی که امامت قبول نداره او کافر است. 12 امام قبول کن، معصوم بدانشه، علم ما کنه و ما یکونه را هم برش ثابت بکن.
اگر تو همین 12 امام قبول نداری کافر هستی. اولین تکفیری، اولین کسی که نسبت کفر با مسلمان ها کرده امی طایفه است. اصل خودش وضع کرده که امامت جز دین است، رکن دین است. ما اهل سنت والجماعت میگیم که ارکان اساسی دین ما سه چیز است: توحید، رسالت و میعاد است. اما ما 8 چیز مقرر میکنه. ده 8 چیز که از یک چیزش منکر شوی تو کافر گفته میشی. اینی عصای شق بود، عصایی بود که در بین صف مسلمان زد، مسلمان دو پرچه کرد. تا امروزه او مسلمان ها با هم باز یک جا نشودن. رنجایی که میبینه، دردایی که میبینه، امروز که جای کشته میشه، امروز که مسلمان ها هر جای ذلیل و خوار است. اطمان که شما خب دقیق مطالعه بکنه با ابر قدرت ها، با طاغوت ها امی مردم نوکری کرده، امی طور مردم ها که همیشه اسلام ها ضربه زده، توهین کرده، تحقیق کرده، صحابه را بد گفته، طعن و لعن گفته، امی مردم در زیر چیش کار کرده. و امروز مسلمان ها که رنج میبره و تعذیب میشه، انواع تعذیب میشه، کی هستند؟ کیان اسلام و قنعه اسلام چه قسم شق میشه، جدا میشه. خامی کارا را کردن. افسوس است که یک تعداد دیگه به نافهمی خود دست به این فتواها زده. این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم خب دقیق شو که برد میگه حدثاء الاسنان، یا نو نهال هستن، نو خیز هستن، سن پخته نشوده، تجربه نداره، عقلش پخته نشوده، زود احساساتی میشه، زود بخاطر از اینکه ابلیس لعین امیتور آرام نمی نشینه، هر کس مطابق ام حالتش گمراه می سازه. ما که عبادت الله را زیاد بکنم، باز مرا از راه عبادت گمراه می سازه، متکبر می سازه، مرا مغرور می سازه، مرا در آسمان بالا میکنه، برای میگه که فقط نجات یابنده توستی. مصداق حدیث فرقه ناجیه که پیغمبر گفته تنها توستی، و هر کس که مخالف منهج خودت است که تو وضع کرده ای، او کافر است، او مرتد است، او قابل احترام نیست، او قابل عزت نیست، جدا شو از او، حتی سلام نده، نماز نخون، قطع از او نمیشه نمازت. ابلیس لعین مهارت تام داره در گمراهی. مرا اونقدر بالا میکنه، بالا میکنه که هیچ پرسان نکن، ولی در کجا میزینه؟ در زمین میزنه. صفحه ها الاحلام عقل پخته نداره، درس نخونده، در مدرسه نرفته، 10 سال تیر نکرده، 10 دوری قرآن کریم نکرده، 2 دوری حدیث رسول الله را از صفر تا یا را نکرده، از الف تا یا را نکرده، اما مفتی است، اما فتوا میده. خود ببینی ریش کل پتلونک چسب به جانش، نمازم به الله مالو میخونه نه، مردم چیزی میکنه. از اینجا تا سرای شمالی ها میره دعوا میکنه که ما مسافر شدیم، من نماز قصر میخونم. در دکان نشسته است تمام عمر، من نماز پیشین و دیگر یک جای میخونم، جمع بین صلاتین میکنم. نکو دین بدنام، نکو سنت رسول الله را بدنام نکو. یک کسی که با منهج سلف قدم میمونه این را بدنام نکو. مردم تو را قیاس سری مردمی نیک میکنه، اینه شاگردا، اینه سلفیا، چی رقم سلفیسته؟ بزرگای دین توهین کو، تحقیر کو، او چی را میفهمید؟ او خو مبتدی بود، آیتی صفات الله را تاویل میکنه، خود تاویل کرد و کافر شد. تو برش فتوا میدی؟ تمام عمر نشسته استی بجز از اینکه نفاق، تفرقه در بین مردم بندازی دیگه کار نمیکنی. تو خبر داری؟ پیش الله رفته نیستی. تو ضربه بزرگ با یک حرکت قوی صاف و پاک زده، علم نداری، یک حدیث یقین به الله بکنه اگر ترجمه کرده بتانی. بگذار که فتوای کفره علما و مفتی بزرگ بده، تو در جایت فسأل اهل ذکر هستی، تا علی را در اون مرحله نرسیده. نکنه نکنه، با یک فتوای تو کسی کافر نمیشه، اما زدی بدنام کردی، بسته حرکته. 4 نفر مسلمان که گپای تو را ببینه،
اخلاق تو را ببینه، روش تو را ببینه، حرکت تو را ببینه. میگه از این گروه گوشای خود کش میکنه که توبه این باشه، که همی بیخی حق باشه در جنت برم و قطع زینه میرم. چرا؟ به خاطری که توی طور حرکت انجام داده ای که قابل تحمل نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته تو یک دفعه خودت قضاوت کده کجا درس خواندی، چی کردی، چی قسم فتوا میدی، از دین میبرایی مثل که تیر از کمان میبرایی، خبر نداری، خدا بالا تراشیده ای، خدا فقط نجات یا بنده تنها خدا فکر میکنی، دیگه کلی مخلوق کافر است، کلی مخلوق کافر است. میایه ای اسبابی ازی که چرا در این طور حالت آدم واقع میشه، او اسبابم باز بیان میکنم و کی کافر است. بله اوی که الله و رسول الله گفته کافر است، مکمل آمده دین بیان کرده. تو که توهین میکنی یک حکم اسلام، تو که ترجیح میدی دموکراسی را سری قانون الله، تو باز در دین باقی میمونی، نمیمونی باقی. لیکن اطور نیست که هر کسا یک عمل شدیدی دیستی تاپ کفر برش بزنی. احتیاط بکن، یک مسلمانی که خوب میبینی نماز میخوانه، روزه میگیره، یکی از ضروریات دین منکر نیست، فقط یک اصل تو وضع کردی، از امو اصل تو منکر است، یا قبول نداره یا ذهنش کار نکرده، خلاص آسان. چی میگی؟ تکفیرش میکنیم، تکفیرش میکنیم. شما یک گروپی است که الله شما را مقرر کرده و میخاطر که مردم را تکفیر کنه. کافر گفتن به یک مسلمان، در جمعه براتون گفته بودم، پیغمبر علیه الصلاه و السلام میگه لا یجاوز ایمانهم حناجرهم، از این گلون ایمان پایین نرفته. چرا؟ اگر ایمان در قلب رفته باشه، ایمان تقاضا از این را داره که کسی یک مرتبه لا اله الا الله میگه تا وقتی که یک موجب کفری از او را صراحتا واضحا ندیده باشی، گای نسبتی غلط برش نمیکن. چرا ایمان در قلب توست؟ تو را اگر کسی کافر بگویه، از قلب تو خبر داره؟ یک کار انجام داده ای، چرا انجام داده ای، چه قسم انجام داده ای؟ ضوابط تکفیر و موانع تکفیر انشاءالله باز بیان میکنیم. ما تنها ریشه های تاریخی از زیره بگویم. خوارج در زمان علی رضی الله عنه خارجا بود که هر کس مرتکب گناه میشد خلاص میگفت، از دین برآمد، خلاصی کافر شد، این واجب شد جهنم سرش ابدا. آیا اسلام همینطور گفته؟ اهل سنت والجماعت مسلک شمیسته اگر کسی گناه کند برآمد از دین؟ در پشتی سرش معتزله و گفتن بله از اسلام برآمده، خود داخل در کفر نشوده، قائل به منزله بین منزلتین شد. بالمقابل به عکس از یا مرجعه پیدا شد و گفتن مثل که یک کافر هر قدر اعمال صالح بکنه هیچ فایده نداره. این نمی قسم اگر مسلمان هر قدر گناه ها بکنه هیچ ضرر برش نداره، هیچ ضرر نداره، بالعکسش آمده. دین ما دین وسط است و کذالک جعلناکم امتا وسطا، مبنی به اساس نصوص است. قرآن چی فیصله میکنه؟ آیا هر کس که گناه کرده او را کافر گفته؟ آیا هر کس که گناه کرده او را مؤمن کامل گفته؟ چی گفته؟ با کتاب الله رجوع میشه. آیت خواندم و این تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. الله میفرمایه در مسئله ایمان و کفر که تردد پیدا شد، تو از خود فتوا نده جناب، رد کو مسئله را طرف کتاب الله و سنت رسول الله که آیا در او اصول و قواعدی که در قرآن و حدیث مقرر شده ای آدم کافر شده میتانه یا نمیتانه. تو را به الله قسم که فتوا داده، امیالی برات میگم، تو را به الله قسم یاد داری که موانع تکفیر چی است؟ یاد داری که ضوابط تکفیر چی است؟ نخوانده ای حتی مو کتاب نخوانده ای تو، چرا فتوا میدی؟ چرا مردم کافر میگی؟ پیغمبر علیه السلام میگه فاذا لقیتموهم فاقتلوهم، قطعی طور مردم امت اسلامی را متشتت ساخت. امت اسلامی عبادت های از یاره خوارج علاماتش که اونجا در حدیث بیان میکنه، نماز خود قطعی نماز شما حقیر میدانه، روزی خود قطعی روزی شما، تو عبادت تو برش بسیار حقیر معلوم میشه، او بسیار خیلی زیاد بالا میتراشه، لیکن خود خیلی کلان میتراشه، در حالی که
از حقیقت دین آگاهی نداره در این حالت رسید. یک فتنه بزرگ بود، فتنه که از صحابه کرام شق شد، یکی را الله جور کو، علی رضی الله عنه الله بگو، ابو بکر و عمر رضی الله عنهما را جبت طاغوت بگو، صحابه را مرتد بگو، عایشه را فاحشه بگو، نعوذ بالله. ای گپا شروع شد، سند دین ما را مورد طعن قرار داد. بعد از او خوارج پیدا شد، معتزله ده پالوش، مرجعه ده پالوش. یو نمو فتنه های است که یکی پی دیگر آمده رویست تا که در زمان مامون به نام باطنیه پیدا شدن. باطنیه چی مانا؟ گفت مراد از نماز حفاظت رازی امام است. رازی امام است، پاش نکو، این نماز است، احترامش بکو، این نماز است. از مفهوم شریعت یک گپی دیگر جور کردن، قائل به این شدن که یکی شریعت است، یکی حقیقت، یکی ظاهر است، یکی باطن. دین ظاهر و باطن داره، باطن را کشیدن، باطنیه. یا بسیار فرقه ها شدن، هر کدامشان فقط به خاطر از بین بردن قلعه‌های اسلام حرکت کردن، تا امروزم باقی است. امروزم خبسا پیدا شده، مردمای بیدین میگه کدام تفسیری که معنی میکنم یک کس تولید نکرده. نه، فقط من میدانم تفسیر چطور میکنه. اینی آیت ای قدر حرفا داره، ای حرفای قدر حسابی ابجد میشه، ای عمر فلانی را تعیین میکنه. همین مردم بیچارگک در مسجد در گردش نشسته است، دانا واز برش باقی مانده، برش نمیگه که خو الله همین عقل است پیشش گرفته که خیر صحابه نمیفهمیدن این تفسیره، رسول الله نمیفهمید این تفسیره، تابعین نمیفهمید تفسیره، تبع تابعین نمیفهمید تفسیره. اینقدر علمای جیدی که قبلا تیر شد، آلی تو بدبختی خبیس آمده ای از قلب خود، از نفس ناقص خود، گندی خود به مردم قرآن به حساب ابجد تفسیر کرده رویستی، دوام میکنی که تالی ده تفسیر نشده. برای شما ببینه در این کابلیتان چی میگذره، در کدام حالت مردم قرار داره، چی برش گفته میشه. زد دین تبا تبا کرد، یکی ظاهر است، یکی باطن است. شخص با زن خود یک جا میبینه، نگو یا در کدام حالتی دیگه است، تو چشمید غلط شده، تو چشمید غلط شده، یا در عالمی دیگه است. نبودم اینطور، نیستم یادیم اینطور. دختره کمرش بسته میکنه، خدمتگاری خود قرار میده. یک مسلمان برش گفت که پیغمبر علیه السلام خود میگه که خلوت یک زن نامحرم قطعی تو حرام است، تو اینه چطور برای خود خدمتگار گرفتی؟ نکاح نمیتانه. چرا؟ پیر صاحب کمرش بسته کرده، تمام عمر قطعش زنا کرده رویست. عجیب، حماقت یک حد و اندازه داره، تا این اندازه را خونسته، اینه چی میکنی؟ خانه را علایده جور کده، اتاقی فیشندار مجلل که روح بگیره تا مردما زنا و دختره خود میبره، او جنابی خبیث دختر و زن دا اتاق کش میکنه، ایره میگه تو آمده نمیتونی همینجا بشی، او که هر قدر چیخ میزنه اوجا والا جندیشه میکشه. تعجب نیست، تا که دین ما با کدام عنوان ها، با کدام طریقه ها، با کدام حالت ها، کدام قسم میشه، از دین چی جور کردیم؟ او مردم دین سند داره، امور دین وضاحت داره، پنهان نیست. چیزی که دین بود صحابه عمل کرد، صحابه بیرون عمل کرد، به ما تعلیم داد، تعلیمات رسول الله را کلش منکشف کرد، چیزی پنهان باقی نمانده. ما چطور بریم که آل دین از جای دیگه یاد بگیریم؟ ما که چیغ میزنیم این میلادارا که به نام محبت پیغمبر کده رویسته. صحابه محبت نداشتن، یکیش یک شوله را بار کده نمیتونیست، یکیش یک سیریت را بیان کده نمیتونیست، یک چهار نفر ده نفر را در یک گوشگک جمع میکرد یک صحابی که بشینه که تاریخ دوازده ربیع الاول است، محبت پیغمبر را زنده میکنیم. ما که میگیم که در دین این نواواری هایی که فقط شکم پرستی است، این خروج از دین است، این تابیداری دین نیست. تا که اما بیای نه او طرف برایم خدا در اون مرحله برسانیم، نعوذ بالله، که هم مگی بر ما جهنمی معلوم شود، فقط خودی جنتی، و نه ایطور بکنیم نعوذ بالله. ما که همیشه تاکید میکنیم که فهم سلف، روش سلف، ما در نقش قدم سلف روان باشیم. سلفی کدام گروپ نیست،
سلفی در نقش قدم سلف روان شدن است، بخاطر یزی که دین و می فهمیدن عمل کرده تاکید سر یزی شوه، او وقت تو نجات پیدا میکنی. اگر اینطور نکرده بودی، چرا؟ حدیث پیغمبر ترجمه نمیتونه میگه من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، کسی که ابتدا پایه گذاری بکنه یک سنت حسنه. آیا تو چه عقیده داری که کدام طریقه هست که رسول الله حسن باشه انجام نداده باشه یا برش بیان نکرده باشه؟ ها؟ حسن باشه، تو نه او را کشیدی، پیغمبر نه خود عمل کرده و نه بیان کرده. باز خو نعوذ بالله، علم داشت داری یه طریقه حسن یا نداشت؟ اگر نداشت، نسبت جهل به پیغمبر کردی. از شریعت خبر پیغمبر می باشه. اگر نه که خبر بود، خیر چرا بیان نکرده، پنهان کرده؟ نسبت خیانت کردی به پیغمبر؟ ولی تا آلی را مردم در کده روان نیسته. خو گلیم از کی میه؟ گلیم از کی میه؟ از ملاها. گلیم از کی میه؟ که داد از پیروی قرآن و سنت میزنه. با سعی میکنی که در مجالس بدعت اول نمره استاد است. خیرت بود، تو چی میکردی؟ والا ما از این رفته بودم که ببینم چی گپ گفته میشه از دروغ. شکم خدا پر کده سرینان. از الان پنهان کده میتونی؟ از الله پنهان کده میتونی؟ پیش الله رفته نیستی، پیش ما دروغ بگوی، پیش ما رقم خود خلاص میتونی. اگر توی همه امور به خاطر ما میکنی، خب باز بنده الله نیستی. بندگی الله تقاضا از این میکنه که خوفی از الله باشه، طمع ثواب از الله داشته باشی، رجا و امید به الله داشته باشی، از مخلوق الله خوف نداشته باش. بندگی میره میگه بیا یک کمی خود بیدار بکنیم. رسول الله ما را بیدار کرد. اینی طور فتنه ها پیدا میشه. نشوه که مصداق حدیث پیغمبر ما نگردم و نشوه که سخن ما سبب بدنامی یک حرکت عظیم نشوه، یک فکر عظیم نشوه. ای گپی ما که بجای از اینکه ما ثواب ببرم، نعوذ بالله، اولا بر جهنمی مشوم. انسان این قدر احتیاط میکنه؟ چرا؟ علم ندارم، معلوماتی کافی ندارم، از او خاطر چی مناسب است که ما فتواها را داده برم؟ انشاءالله آینده زوابطان بیان میشه. ایمان تشریح میکنیم که ایمان چی را میگه، کفر چی را میگه، که انسان کافر میگرده. این کلش بخیر بیان میشه، به می خاطر که ما بفهمیم، خود بدانیم، بدانانیم که ما کیستیم، چه قسم عقیده داشته باشیم. آیا اگه آدم کی کافر میشه؟ این گپا را باید بدانیم. نشوه از او خاطر در مسئله کفر از احتیاط قوی کار بگیریم که نشوه مصداق حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم بگردیم که رسول الله گفته که فی این فی قتلهم اجرا، در کشتن از یا اجر است، لمن قتلهم الى یوم القیامه، تا روز قیامت که تو مردم را میکشی تو اجر داری. پیغمبر گفته نشوه که مصداق حدیث ما نگردیم. از او خاطر از کمال احتیاط کار میگیریم. بارک الله لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو. انا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الاماني ان يتوب. انا العبد الذي اضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. انا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الاماني ان يتوبا. انا العبد الذي اضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. انا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا.